امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. Backups turn out. I've been hunting these psychos for 3 years and 16 bodies. Sorry, not used to outsiders here. Especially not good looking ones like you two. Well, thank you, ma'am. All right, left or right? Left? Left it is. Cop, and a homicide. Found his campsite about 7 miles back. You were dead. Thinking isn't your strong suit.
فیلم درام رمزآلود مرثیه هیلبیلی به کارگردانی ران هاوارد که 24 نوامبر 2020 اکران شد. با من همراه باشید. Don't look at that. Come on. Come on. Don't you look at it. You look at me. You look at me. I've been doing real good. I just had a down month. You let her get away with this every time. I told you that I would do better. You always say that. You're lying. I always try. You got to think about these kids. What are you... Do you actually want to be dead, Mom? Or are you just too lazy to try? Jamie. Oh, I tried. You're a good Terminator. Well, I wasn't always. I had to learn. فیلم مرثیه هیلبیلی اقتباسی از رمانی به همین نام اثر جی دی ونس است. خط روایی داستان فیلم به جستجوی نسخه بروز شده رویای آمریکایی خواهد پرداخت و داستان سه نسل از خانواده آپالاش از زبان جوانترین عضو خانواده گفته خواهد شد که در دانشگاه یل دانشجوی حقوق است و با یک تماس تلفنی مشکوک مجبور می شود تا به زادگاهش بازگردد و همین باعث می شود که او در مورد سه نسل از تاریخ خانواده و آینده خود چیزهایی را بفهمد که داستان این فیلم را رقم می زنند. جز راوی داستان، شخصیت‌های داستان را پدر و مادر بزرگ او، خاله، دایی، خواهر و مادرش تشکیل می دهند که میراث فقر و آسیب روحی را دنبال می کنند. ایمی آدامز که 6 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده، در فیلمی از ران هاوارد، کارگردان برنده 2 جایزه اسکار، به ایفای نقش خواهد پرداخت. You could too. I love you. I promise that I'm gonna do better.